درود بر شما همراهان عزیز، شنونده 20مین قسمت از برنامه حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست هستید. من مهران به همراه سایر همکارانم از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برنامه امشب ما اختصاص داره به بررسی نظریه تولد ستیزی یا زایش ستیزی یا همان آنتینتالیسم. زایش ستیزی به این معنی است که نباید انسانهای تازه‌ای به دنیا آورده شوند. دیوید بناتار، متولد 1 ژانویه 1966، استاد و رئیس گروه فلسفه دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی است. ایشان بیشتر به خاطر دفاع از اندیشه تولد ستیزی در کتاب خود تحت عنوان هرگز نبودن بهتر است شهرت یافته است. دیوید بناتار را بدبین‌ترین فیلسوف دنیا می‌نامند، چون وی معتقد است که زندگی آنقدر بد است که ارزش زنده بودن ندارد. او در کتاب خود می‌نویسد که متولد شدن یک بدشانسی وحشتناک است. این فیلسوف 51 ساله می‌گوید بهترین کاری که بشریت می‌تواند انجام دهد این است که به تولید مثل پایان دهد تا نسل انسان از سطح کره زمین به کلی محو گردد. دیوید بناتار معتقد است که نباید انسانهای جدیدی به جامعه بشریت اضافه شوند، چون ناچار خواهند بود رنج و درد زیادی را متحمل شوند. او می‌افزاید شواهد روانشناختی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی اوقات مردم درباره کیفیت زندگیشان اغراق می‌کنند و فکر می کنند از آنچه واقعا هست بهتر است. دیوید بناتار، این فیلسوف واقعیت نگر، میگوید اشتباه دیگری که غالباً مردم انجام میدهند این است که هنگام فکر کردن به آینده خود به رنج و عذاب بیش از حدی که بسیاری از آنان باید در اواخر عمر خود تحمل کنند واقف نیستند. به این که مردم چگونه میمیرند فکر کنید. به سرطان، بیماری‌های عفونی، ضعف بنیه و سایر بیماری‌های دیگر فکر کنید. رنج و درد زیادی در پایان عمر وجود دارد، ولی مردم اغلب این موضوع را فراموش می کنند. انسان در حقیقت نمی خواهد بمیرد. به همین جهت بیشتر مردم
علی‌رغم این واقعیت که از زندگیشان لذتی نمیبرند و زنده بودنشان جنبه مثبتی ندارد، همچنان به زندگی ادامه میدهند. دیوید بناتار در جواب این سوال که آیا به جای اینکه جلوی به دنیا آمدن کودکان تازه را بگیریم، می توانیم زندگی را طوری بهتر کنیم که تا این حد دشوار نباشد، این چنین پاسخ دادند: ما همواره در حال بهتر کردن دنیا هستیم و مردمی که در قید حیاتند باید تمام تلاش خود را برای بهتر کردن دنیا انجام دهند، ولی این یک خوشبینی بیش از حد است که فکر کنیم می توانیم دنیا را تا آن حد بهتر کنیم که تمام درد و رنج ها از بین برود و بتوانیم فرزندانی داشته باشیم که مطلقاً در زندگی درد را تجربه نکنند. اما حتی اگر این خوشبینی منطقی باشد، در آینده بسیار دور اتفاق خواهد افتاد و مستلزم دردهایی است که نسل‌های بیشماری باید متحمل شوند و قربانی کردن چندین نسل به خاطر آیندگان به عقیده من کار ترسناکی است. امشب اما در این برنامه افتخار داریم تا از حضور آقای بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، بهره ببریم و نظر ایشان را در این مورد جویا شویم. ایشان معتقدند که بناتار در یک افق وسیع‌تر و متعالی‌تر موفق به مشاهده حقایق و اسراری شده است که از دید اکثریت جامعه پنهان می باشد و نگاه این فیلسوف و پروفسور مبنی بر این که دنیا جای بدی است، زاییده واقع گرایی ایشان است و جسارت و شهامت او در بیان واقعیت‌ها قابل ستایش است. سلام. این پروفسور که بهش عنوان داده بودن بدبین ترین شخص دانشمند، به خاطر اینکه نسبت به دنیا بدبین بوده، یعنی نقاط مثبت رو که دیگران مثبت قلمداد میکردن نمیدیده، نمیبینه و نقاط منفی رو، ایذایی رو، ناهنجار رو در وجود انسان و محیط زیستش که دیگران یا میبینن یا نه، این مشاهده نمیکنه. میشه گفت که این نظریه ایشون که دنیا جای بدیه یه واقع گرایی است، یعنی با توجه به مطالعات و تحقیقات عمیق ما که تاریخ ما سبق رو خون تکونی کردیم از یادگاری های بزرگانی که صاحب اثر و صاحب نظر بودن، جمع‌آوری کردیم، ما رسیدیم به این موضوع مستدلن به ما میشه گفت ما بدبینیم. به ما بگن کاشف بدبین توحید بدون مرز، که من که میگن که این مباحث ناامید کننده است، آدم رو بی‌انگیزه میکنه. کسی که این حرف رو میزند
به قول پروین تسامی، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خواب است و یا باد است، باد است و یا افسانه ای. این شخص یا خوابه یا دوچار باد هواست، یا اینکه یه چیزی نوشیده که همه چیزا افسانه‌وار پذیرفته. فیلم های تخیلی هست و به درد سرگرمی میخوره، واقعیت که نداره، چون خودت میبینی واقعیت نداره، اینا سازه های کامپیوتره. دنیا همینه، سینماست، یه نماش معلومه، 29 تاش پشت پرده است. همین دیشب یکی از این مسئولین ضبط و پخش فیلم میگفت که بایی که ما میدونیم که چیزی که داریم تهیه میکنیم، تهیه کننده بود، فیلم بردار بود، دروغه، واقعیت نداره. یعنی این آدمایی که اینجا هستن آدمای واقعی نیستن، توی این داستان، توی این سناریو. ولی گاهی وقتا هیجان ما رو میگیره. حالا داستانم همینه، قضیه زندگی همینه. بایی که ما میدونیم هیچی نداره این زندگی، ولی قبضش میشیم، تو قبضش گرفتار میشیم، اسیرش میشیم، مفتونش میشیم، مسحورش میشیم. جای بدبینی دارد یا ندارد؟ وقتی که امکانات هست و آدم نمیتواند استفاده کند، بدبین میشه به زندگی یا نه؟ یعنی یه قدرت، حالا این قدرت هر کس، قدرت شاه، حاکمه، ابزار طبیعی، هرچی هست نمیگذارم من استفاده کنم. ناتوانم خودش یه قدرت دیگه، قدرت مافوقه. شما دست به هر چیز میزنی خراب میشه، بدبین نمیشی. این جوان میخواد راه علم را بپیماید، تا اون نقطه فوق دکترا بره، نصفه راه یا خانواده پول ندارن ساپورت کنن، یا استعدادش از دست میده، یا درگیری داخل خانواده حواسشو پرت میکنه، ول میکنه درسو، همش هم افسوس میخوره ای کاش تا نقطه آخر میرفتم. این زندگی قابل این است که انسان بهش دل ببنده، خوشبین باشه. بچه به دنیا میاد، با این سختی ها، با اون سختی ها بزرگ میشه، بعد دوچار هزار عذاب میشه، یا برای خودش یا برای دیگران از طرف او. این پروفسور با ما مشترک هست در واقعیت ها، که میگه که بچه نیارید مثل این است که شما تو زندان زندگی میکنی، محبوس هم هستی، به حبس ابد. یه کاری کردی، حالا یا به حق یا به ناحق گفتن که از اینجا نمیری بیرون تا بمیری. زندانم محیطش کوچیکه، اسباب ابزارش هم محدوده. اونی که زندان رفته میدونه زندان به تعبیر امیرالمومنین یعنی قبر دوم. حالا شما حساب کن، اینجا یه زن و مرد رو حبس کردن، به حبس ابد، اینا بچه هم بیارن. حالا این زندان رو ببر با وسعت و گستردگی یه جامعه، یک کشور، بازم زندانه. شما در جایی که نتوانی مثل یک انسان راحت و آزاد زندگی کنید، نتوانید
معیشت داشته باشید. خدا شما را خلق کرده، ناگزیرید از این که درآمد داشته باشید. اقل درآمد هم این است که یه سفره معمولی پهن کنید. نداری این زندان نیست؟ و بچه رو میخوای بیاری اینجا؟ تازه اون کسی که زندگیش خوبه، یه زن و مردی که ثروتمندن، بی درد و غم و غصن، تازه اونم بچه میاره؟ بچه معلوم نیست فردا همین اوضاع ادامه داشته باشه. دنیا داره فناست، اینو تاریخ و تقویم بشر میگه. خیلی ها ثروتمند بودن یه شبه ساقط شدن، خیلی ها اعلی حضرت بودن، شاه بودن، یه دفعه حکومت رو گرفتن، بچه هاشون در بدر شدن، اسیر شدن. در دنیای چیزی بقا و دوام نداره. بگی که حالا تو وضعت خوبه، بچه بیا، تو خیلی ثروت داری، به هر بچه ده ها میلیارد تومان میرسه، تو دیگه چه ته بچه نیاری؟ چه ضمانتی هست که بچه آمد تو هنوز هم اموال داشته باشی؟ تازه مشکل انسان مال نیست که، خیلی چیزا آدم رو تهدید میکنه. آسیب پذیری انسان در خیلی چیزا، یکیش فقره، یکیش درد و غم قصد. مگر ثروتمند جماعت مریضی ندارد؟ مریضی لاعلاج ندارد. چقدر هستن در خارج از کشور در بهترین شرایط درمان، ولی نالشون در اومده، خوب نمیشن، دارن میمیره. محیط زندگی بشر محیط نفرین شده و لعنت شده است از طرف خالقش، سانش، بنیانگذارش. در درسهای ما ثابت شده، اگر یه آقای پروفسور یک کلمه گفته، همین کلمه هم که گفته خیلی مرده. چرا که خیلی خودشون رو فریب میدن، خیلی از همترازه ایشون، خیلی ها هستن که نمیخوان غرور سنفی رو بشکنن، چون وقتی این حرف رو بزنی بعد معلوماتت هم زیر سوال میره، زحماتت هم زیر سوال میره، بعد به همه چیز سرایت میکنه. خیلی ها حقایق رو نمیگن، گرچه دانشمندان زیادی در مورد جبر مطلق از غرب بیاناتی داشتن که ما جمع‌آوری کردیم. در هر صورت اثبات این شده است، یک، ما بدبینیم به زندگی به دلایل مختلف، عقلی و نقلی، علمی و دینی، اجتماعی و تاریخی. دو، از زندگی خود خاطرات خوبی نداریم، این اثبات شده است. هر کس در زندگی خودش، زندگی شخصیش، هزاران دلیل داره، از بدو تولد تا هنگام رفتن. اگر هم دلیل در وخامت اوضاع ندارد، دلایل از این بعد پشت سر هم چیده آماده است، بعدن حالشو بپرس. همین مرگ، همین مرگی که نمیدونیم کی به ما میرسه، آیا این پایان خوشی ها نیست؟ دیگه مرگ که نمیشه بگیم دروغه، همه رو میگیم نه اینا همش توهم، اینا بدبینیه. مرگ که دیگه واقعیت زندگی، مرگ خودش یه طرف، این که بی اختیار و بدون اعلان قبلی میاد یک مسئله بدتر. چون این آقای کلان خوشه، اگه بهش میگفتن تو سر 100 سالگی میمیری راحت بود، میگه حالا 100 سال عشق و حال میکنن، ولی معلوم نیست. یخمینی 50 سالگی رفت، یخمینی 40 سالگی رفت، این بدتره، یعنی همیشه در خطره. اگر بگن این اتومبیلی که توش نشستی در سر پلان پیچ میافته تو دره، خیلی راحته، تا اون موقع لاقل راحت بدون استراب رانندگی میکنه، ولی معلوم نیست. از وقتی که پشت فرمون نشستی میگن که منتظر باش. سوم هم این که ما
در تمام فصول دائرة المعارفمون اثبات کردیم که در قالب جبر مطلق زندگی بیهوده است، چرا که وقتی فرمان ماشین عمر دست تو نیست و به میلت نمیتوانی بچرخونی راه ها رو، جاده ها رو، خیابون ها رو، یه جای دوست داری پارک کنی نمیذاره، یه جوری دوست نداری پارک کنی پارک میشه. این از بزرگترین بیچارگی های انسانه که میشود گفت بدبینی ما نسبت به زندگی در دنیا نشأت گرفته از جبر مطلقه. این مثلثه، یعنی جبر مطلق است که ما را از حیز انتفاع زندگی واقعی ساقط کرده، پس نگاه ما به این زندگی نگاه بدبینانه است. خدا نگه. کاشف توحید بدون مرز معتقد است که در اصل نگاه پروفسور دیوید بناتار به واقعیت‌ها با نگاه ما در مکتب شکوفایی آرزو مشترک است. بروجردی این زندان مدار بزرگ با تکیه بر تجربیات بشری که در آثار بزرگان صاحب اثر و صاحب نظر هم منعکس شده، معتقد است که دنیا زندان بزرگ است. آنگاه که از جعفر صادق دلیل عدم ازدواج عیسی مسیح را پرسیدند، ایشان در جواب اینچنین فرمودند: از حضرت عیسی سوال شد که شما چرا ازدواج نمی کنید؟ گفت: ازدواج به چه کار من آید؟ گفتند: دارای فرزندانی خواهی شد. گفت: فرزند به چه درد می خورد؟ اگر زنده بماند باعث گرفتاری می شود و اگر بمیرد باعث حزن و اندوه است. به امید رهایی از همه سختی‌ها و فشارهای موجود و ورود به مدینه فاضله‌ای که خالی از همه دردها، زخم‌ها و ناکامی‌ها باشد. یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها رأس ساعت 22:30 به وقت تهران و 20 به اروپای مرکزی با برنامه حلقه های مفقوده مهمان دلهای گرم شما خوبان خواهیم بود. شبتان آرام، تا برنامه دیگر بدرود.